ریاست جمهوری میگوید که آقای غنی در جریان این سفر رسمی دو روزه با رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان به طور جداگانه دیدار خواهد کرد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری هدف از این سفر را گسترش روابط و همکاری ها میان دو کشور عنوان می کند. در این سفر آقای غنی را صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه، علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب، فرید امیدی داستان کل و قدرت الله رئیس شرکت برشنا همراهی می کنند. با گفته معاون سخنگوی ریاست جمهوری قرار است در این سفر چندین موافقتنامه میان کابل و دوشنبه امضا شود. دو توافقنامه امضا میشه. همکاری درازمدت اقتصادی، مبارزه با دو تهدید بسیار جدی که یک تروریسم است و دیگر مواد مخدر هستند سری از اون باس میکنه و یک رابطه دائمی همکاری اقتصادی و امنیتی سرش باس میشه و سرش توافق میشه. معاون سخنگوی ریاست جمهوری همکاری تاجیکستان در خصوص مبارزه با تروریسم و مواد مخدر در کشورهای منطقه به ویژه افغانستان را با اهمیت عنوان میکند. بسیار مهم هستند اگر ما از طرف خود تاجیکستان از طرف خود همکاری نکنه، خود تروریسم مردم را تهدید میکنه، مردم هر دو کشور و هر دو ملت کشته میشه، مردم هر دو کشور و هر دو ملت از مواد مخدر رنج میبره و تهدید میشه. نهایت ضروری هستن و نهایت مؤثر هستن که هر دو یک جای با یک صدا هم با تهدید تروریسم و با تهدید مواد مخدر مبارزه شد. اما نمایندگان مردم در پیوند به سفر رئیس جمهور به تاجیکستان چنین دیدگاهی دارند. امنیتی وضع در چوینیش تقریبا در افغانستان در چلور یوش ولایت وست تقریبا نصفه ولایتون در دول تهدید لانی دی. نو پا دغا وقتی نده پا کارش دوار مشران یو ملکتا پا یو وقتی سفر کوید. این در حالی است که همکنون تاجیکستان مانند افغانستان از ناحیه تروریسم و مواد مخدر صدمه می‌بیند. مقام‌های تاجیکستان همواره تأکید کرده‌اند که باید علیه این پدیده‌ها در مناطق مرزی این کشور با افغانستان مبارزه جدی و مشترک صورت گیرد.